تلسکوپ کپلر ناسا در طول 9 سال مأموریت خودش بیش از 500,000 ستاره را رصد کرد و کشف کرد که 20-50% از این ستاره ها میتونن دارای سیارات سنگی خاکی مثل زمین باشن که قابل زیستن هم هستن. در جستجوی بی‌وقفه‌ای که برای یافتن همسایه‌های فرازمینیمون داشتیم، ما تا الان بیش از 5500 سیاره فراخورشیدی رو کشف کردیم که چند تاشون شاید شرایط مناسبی برای زندگی داشته باشن. خیلی از این سیاره‌ها هم اونقدر عجیبن که تخیلات ما رو درگیر خودشون می‌کنن و سازمان فضای ناسا هم تقریباً هر روزه داره سیاره‌های جدیدتری رو کشف می‌کنه. اما اخیراً دانشمندان یک سیاره خیلی عجیب کشف کردن که نه فقط ممکنه قابل زیستن باشه، بلکه می‌تونه شکلی از حیات داشته باشه که تمام تصورات ما در مورد حیات رو زیر و رو می‌کنه. حالا آماده باشید تا متوجه بشید که چطور ستاره شناسا تونستن یک سیاره ای رو کشف کنن که اصولاً اصلاً نباید وجود داشته باشه و همینطور ببینید که یک جرم آسمانی چطور مثل یک آینه کیهانی عمل میکنه و همینطور یک منظومه دیگه در کیهان ما چطوری یک رقص ریاضی جالب کیهانی رو به نمایش میذاره. همه اینها در این ویدیو از تک ساینس. خیلی از تحقیقات نشون دادن که احتمال پیدایش حیات در اطراف ستاره‌های کوتوله قرمز بیشتر از ستاره‌هایی مثل خورشید ماست و کوتوله‌های قرمز هم از هر نوع ستاره دیگه‌ای در جهان بیشترن. این ستاره‌ها همینطور کوچکترین نوع ستاره‌هایی‌اند که هیدروژن می‌سوزونند. در سال 2023 ستاره‌شناسا یک سیاره فراخورشیدی جالب رو کشف کردند. این سیاره به دور کوتوله قرمزی به نام TOI 715 می‌چرخه. این ستاره در صورت فلکی ماهی پرنده یا ولانس در فاصله 136 سال نوری از ما قرار گرفته. در مقیاس نجومی این ستاره برای ما مثل همسایه‌ای بسیار نزدیک میمونه. اسم سیاره‌ای که به دور ستاره TOI 715 میچرخه TOI 715B و یک ابرزمین به حساب میاد. چیزی که یک سیاره فراخورشیدی رو به یک ابرزمین تبدیل میکنه جرم اونه که باید از جرم زمین بیشتر باشه. جرم TOI 715B 3 برابر جرم سیاره ماست و اندازش هم حدود 1.5 برابر شعاع زمینه. برای اینکه بتونیم یک جرم فضایی رو قابل زیستن در نظر بگیریم، علاوه بر چیزهای دیگه ای که لازمه، باید یا یک سیاره آبی و یا یک سیاره سنگی خاکی باشه. با تحلیل پارامترهای این سیاره فراخورشیدی، دانشمندان میتونن پیش بینی کنن که ممکنه این سیاره از چه موادی تشکیل شده باشه و ببینن که آیا یک سیاره گازی، سنگی خاکی و یا یک سیاره آبیه. معمولا سیاره هایی که جرمشون بین 2-10 برابر جرم زمینه و قطرشون در محدوده بین قطر زمین و نپتون قرار میگیره، سنگی خاکی از آب در میان. اما این فقط جرم و اندازه این سیاره نیست که اون رو خاص میکنه. قرار گرفتنش توی فاصله مناسب از ستارش باعث میشه که TOI 715B به اندازه کافی گرما دریافت کنه و احتمالاً آب مایع روی سطحش داشته باشه و هر جا که آب باشه امکان حیات هم هست. کوتوله های قرمزی مثل TOI 715 معمولاً چند تا سیاره دارن که در منطقه قابل زیستشون نزدیک همدیگه هستن. ستاره شناسا حدس میزنن که شاید یک سیاره دیگه به نام TOI 715C هم توی این سیستم وجود داشته باشه که حدود 7% از زمین بزرگتره. اگه این فرضیه درست باشه، این سیاره کوچکترین سیاره فراخورشیدی خواهد بود که تا حالا در منطقه قابل زیست توسط ماهواره بررسی سیارات فراخورشیدی یا به اختصار TESS کشف شده. در جستجوهای کیهانیمون برای پیدا کردن دنیاهای قابل زیستن، سیاره‌هایی مثل TOI 715B بهترین گزینه‌هامون به حساب میان. با وجود اینکه اطلاعات بسیار محدودی درباره این سیاره تازه کشف شده و همسایه‌های احتمالیش داریم، تصور کنین چی میشه اگه در آینده کشف بشه که این سیاره اتمسفر داره و حتی آب مایع هم روی سطحش وجود داره، درست مثل چیزهایی که روی بزرگترین قمر زحل یعنی تایتان پیدا کردیم. احتمالاً هیجان انگیزن. شاید یه روزی نوادگان ما قدم به سرزمین‌های گسترده و ناشناخته بذارن و موجودات عجیب و غریبی رو ببینن که دارن روی این سیاره فراخورشیدی بیگانه پرسه میزنن. اما بیاین بریم سراغ سیارات فراخورشیدی که تازه کشف شدن.
متاسفانه خیلی از سیارات فراخورشیدی که پیدا می‌کنیم حتی روی کاغذ هم قابل زیستن نیستن. بعضی‌هاشون شرایطی دارن که فوق‌العاده ترسناکه و آدمو به این فکر می‌اندازن که اصلاً چطور تونستن به وجود بیان. به طور میانگین شانس پیدا کردن یک سیاره غیر قابل زیستن خیلی بیشتره و این سیاره ها سوالات زیادی رو توی جامعه علمی ایجاد میکنن. یکی از این عجایب آسمانی در فاصله حدود 264 سال نوری از ما قرار داره و اسمش LTT 9779B. خب حالا این سیاره چه چیزی داره که اونو خاص کرده؟ این یکی از سیاره های به اصطلاح نپتونی فوق داغه که دمای سطحش حدود 2000 درجه سانتیگراده. اما ویژگی های خاص اون فقط به همین ختم نمیشه، بلکه براق ترین سیاره فراخورشیدی هم هست که تا به امروز کشف کردیم. این دنیای داغ براق حدوداً 5 برابر پهنای زمینه و حدود 80% از نور ستارهش رو منعکس میکنه. برای مقایسه میتونید تصور کنید که زمین فقط حدود 30% نور خورشید رو منعکس میکنه. اون چیزی که باعث شده این سیاره مثل یک آینه کیهانی قولاسا بشه، وجود ابرهای براق فلزی با قطرات تیتانیومی که روی سطحش در حال باریدن هستن. مشکل اینجاست که به قول دانشمندان این سیاره نباید وجود داشته باشه. اون سمتی از سیاره که رو به ستاره میزبانشه اونقدر داغه که حتی ابرهای آب و یا حتی ابرهای شیشه یا فلز هم نباید توی جوش شکل بگیرن. طبق دانش فعلی ما، ستاره‌ای که انقدر به یک سیاره فراخورشیدی نزدیکه باید اتمسفر اون سیاره رو به طور کامل از بین ببره. پس اینجا چه اتفاقی افتاده؟ محققان این پدیده رو با بخار گرفتن یک حموم داغ مقایسه کردند. اگر هوای خنک وارد کنید، بخار آب متراکم میشه و اگه آب داغ رو باز بذارین، در نهایت هوا انقدر پر از بخار میشه که دیگه نمیتونه بخار بیشتری رو نگه داره. چیزی شبیه به این ممکنه توی این نپتون فوق داغ اتفاق افتاده باشه. وقتی جو اون به خاطر دمای سوزان سمت روز سیاره با بخار سیلیکات و فلز پر شده. اما خاص بودن این سیاره فراخورشیدی به همینجا ختم نمیشه. در طی دهه ها مشاهده ما کلی سیاره دیدیم که تو کمتر از یک روز زمینی به دور ستارهشون میچرخن، یعنی تو فاصله خیلی نزدیکی بهش قرار دارن، ولی همه این سیاره ها یا مشتری های داغ بودن که 10 برابر زمین عرض داشتن، یا سیاره های سنگی خاکی بودن که نصف زمین بودن. یک دسته سیاره گم شده هم وجود داشت که اندازه هاشون بین این دو دسته قرار می گرفت. دانشمندان به این حد فاصل بیابان نپتونی می گفتن. تا اینکه بالاخره به LTT 9779B برخورد کردیم که طبق مشخصاتش دقیقاً در وسط این فاصله قرار می گیره. به یک معنا انعکاسی بودن این سیاره یک روش بقا و دوامه، چون اگه گرمای بیشتری از ستارهش جذب می کرد، به مرور زمان کم کم تبخیر می شد. این سیاره یک هدف عالی برای مشاهده های بیشتر توسط تلسکوپ های هابل و جیمز وب. شاید تکنولوژی های ما بتونن در سالهای آینده رازهای بیشتری رو درباره این جرم آسمانی مرموز کشف کنن. سیاره ای که الان میخواییم دربارش حرف بزنیم یک دهه پیش کشف شده، اما دانشمندا به تازگی چیزی ازش فهمیدن که اون رو در لیست ما قرار داد. اسم این سیاره واسپ 76B با دمای حدود 2400 درجه سانتیگراد. تقریبا دو برابر مشتری عرض داره، اما فقط حدود 90% از جرم اونو داره. دمای سوزانش به خاطر مدار خیلی نزدیکش به ستارشه، تقریبا 3% فاصله زمین تا خورشید. حتی نزدیکترین سیاره در منظومه شمسی ما به خورشید، یعنی تیر، 10 برابر دورتر از خورشید قرار داره. این فاصله مثل یک کوره عالی عمل میکنه، چون استخونهای انسان که بیشتر از کلسیوم تشکیل شده حدوداً در دمای 1500 درجه سانتیگراد بخار میشه. به علاوه یک طرف این سیاره به خاطر جاذبه ای که از ستاره زرد و سفید واسپ 76 میگیره همیشه قفل شده، یعنی یک طرفش همیشه داغ و طرف دیگرش سردتره و همین باعث پدیده عجیبی میشه. در طول سالهایی که از کشف این سیاره گذشته، محققان ترکیب اونو بررسی کردند و 11 عنصر شیمیایی توی اتمسفرش پیدا کردند که بعضیاش توی سیاره‌های سنگی خاکی مثل زمین هم وجود دارن. ولی به خاطر دمای فوق‌العاده داغ واسپ 76B، عناصری مثل منیزیم و آهن به گاز تبدیل میشن و توی لایه‌های بالای جو این سیاره قرار میگیرن.
وقتی بادهای شدید این بخارهای آهن و منیزیم رو به سمت شبانه سیاره میبرند، این عناصر سرد میشن و به شکل قطرات مذاب فلزی میبارند. ستاره شناسا مقدار نیکل بیشتری هم تو جو این سیاره پیدا کردند که شاید به این معنی باشه که واسپ 76B در گذشته یک سیاره سنگی خاکی کوچیک مثل تیر رو که نیکل زیادی داشته بلعیده. بعضی سیاره ها اون بیرون تو جهان هستن که کاملا متفاوت از چیزی هن که ما تو منظومه شمسی خودمون داریم و واسپ 76B با این ویژگی هایی که گفتیم حتی عجیب ترین اونها هم نیست. به تازگی دانشمندا یک سیستم ستاره‌ای کشف کردند که 100 سال نوری از ما فاصله داره. اسم این سیستم ستاره‌ای HD 11267. این سیستم ستاره‌ای شامل 6 زیر نپتونه، یعنی سیاره‌هایی که اندازشون 2 تا 3 برابر زمینه. توی این سیستم ستاره‌ای سیاره‌ها به طرز عجیبی به ستاره‌شون نزدیکن. با مدارهایی که در محدوده بین تیر و خورشید جا می‌گیرن، برخلاف منظومه شمسی که به طور مداوم تغییر میکنه، به نظر میرسه HD 11267 ساختارش رو برای بیش از 1 میلیارد سال حفظ کرده. این 6 سیاره توی یک رقص هماهنگ کیهانیان که دانشمندا بهش رزونانس میگن. مداری که این زیر نپتون ها دارن شبیه روابط توی یک معادله ریاضیه. وقتی اولین سیاره 3 دور میزنه، سیاره دوم 2 دور به دور ستاره خودش میچرخه. هر سیاره بعدی هم این ریتم رو دنبال میکنه. این کشف خیلی نادره. معمولا سیاره های جوان فقط برای مدت کوتاهی این هماهنگی رو حفظ میکنن تا اینکه یک اتفاق مثل عبور یک ستاره دیگه یا وجود سیاره های بزرگتر توی همون سیستم این تعادل رو به خاطر نیروی گرانشی قویشون به هم میزنه. در 1000 سال نوری دورتر از زمین، در صورت فلکی سپایه نقاشی یا پیکتور، یک سیستم 2 ستاره ای به نام بیبوپ وان قرار گرفته. اونجا بود که دانشمندا به تازگی عضو جدیدی رو شناسایی کردن، سیاره فراخورشیدی بیبوپ سی. اما این سیاره یک سیاره معمولی هم نیست، چون جزو دسته ای به نام سیاره های دودوی قرار میگیره که به جای یک ستاره به دور 2 تا ستاره میچرخه. این سیاره ها توی کاتالوگ کیهانی ما خیلی نادرن و تا حالا فقط حدود 15 تا از اونها کشف شده. اما داستان اینجا تموم نمیشه. این دومین منظومه دودوییه که بیش از یک ستاره میزبان داره که تا به حال کشف کردیم. جالبه بدونید که حدود 85% ستاره های جهان مثل خورشید نیستن. معمولا یک یا چند ستاره همراه هم دارن. فقط در کهکشان راه شیری ما منظومه هایی هن که تا 7 ستاره داخلشون وجود داره. طبق اطلاعات فعلی ما فقط حدود 15% از تمام ستارگان کیهان به صورت تک ستارن. دنیای جدیدی که به تازگی کشف شده حدود 65 برابر زمین جرم داره که اونو به یک قوله گازی مثل مشتری یا زحل تبدیل میکنه. تصور کنید چقدر هیجان انگیزه که روی سطح اون وایسیم و اطرافمون دوتا خورشید طلوع کنن. برعکس صفحات معمولی، یعنی اجرامی که فقط دور یک ستاره میچرخن، توی سیستم‌های 2 ستاره‌ای صفحات شکل دهنده سیاره به دور هر 2 تا ستاره میچرخن و این گردش آشفتگی‌هایی ایجاد می‌کنه که تشکیل سیاره‌ها رو دشوار می‌کنه. به همین خاطر فقط در گوشه‌های آروم و دور از این آشفتگی‌های ستاره‌ای سیاره‌ها شانس متولد شدن پیدا می‌کنن. کشف‌های مثل این یادآور اینن که هنوز گنج‌های بی‌پایان کیهانی وجود دارن که منتظر کشف شدنن. حتی اونایی که زمانی فقط شبیه داستان‌های علمی تخیلی بودن. سیاره GJ9827D، سیاره‌ای که در سال 2017 رصد شد. اما به تازگی تلسکوپ فضایی هابل یک کشف حیرت انگیز در موردش انجام داده. این سیاره 2 برابر زمینه و دماش تقریبا به گرمای زهره میرسه، یعنی چیزی در حدود 400 درجه سانتیگراد، و چیزی که اصلا انتظار نمیرفت اونجا پیدا بشه آب بود، همون چیزی که برای حیات ضروریه. ولی نشونه های مولکول های آب دقیقا همون چیزیه که تلسکوپ هابل طی 3 سال مشاهده و بعد از 11 بار عبور سیاره از مقابل ستاره میزبانش نشون داد. جو GJ9827D سرشار از آب به نظر میرسه و اگه این اندازه گیری ها درست باشن، این اولین باریه که دانشمندان به طور مستقیم وجود دنیاهایی با جو آبی در اطراف ستاره هایی که شبیه ستاره ما نیستن رو ثابت کردن. ممکنه این سیاره اول در یک منطقه سردتر و دورتر از ستاره خودش شکل گرفته باشه، جایی که دمای پایین باعث شده آب به شکل یخ باقی بمونه.
بعداً به مرور زمان به ستاره نزدیکتر شده و به خاطر تشعشعات شدید هیدروژن از دست داده. یا ممکنه از همون اول نزدیک ستاره داغ شکل گرفته و نشونه‌هایی از آب توی اتمسفرش وجود داشته. حتی اگه اینطور باشه، باز هم یک دنیای داغ و بخارآلود خواهیم داشت که موجودات زنده‌ای که ما میشناسیم نمیتونن توش زنده بمونن. گام بعدی برای دانشمندان بررسی داده‌هایی که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب جمع‌آوری شدن، که امیدواریم به درک بهتری از طبیعت دنیاهای سرشار از آب فراتر از منظومه شمسی کمک کنند. اما در آینده اکتشافات سیاره‌ای چه چیزهایی رو برای ما به ارمغان خواهند آورد؟ در جستجوی دنیاهای قابل سکونت، یک مطالعه جدید روش تازه‌ای رو برای شناسایی این سیاره‌ها بر اساس نقش مونوکسید کربن در جو سیارات فراخورشیدی پیشنهاد کرده. وقتی تولید مونوکسید کربن از میزان حذف اون بیشتر بشه که بهش فرار مونوکسید کربن میگن، میتونه بر روی شکلگیری حیات در دنیاهای شبیه به زمین که دور ستاره‌های مشابه خورشید میچرخن تأثیر بذاره. توی کهکشان راه شیری ما احتمالاً 40 میلیارد سیاره از این دست وجود دارن. با مشاهده فعالیت‌های جوی دنیاهای دوردست، اخترشناسان میتونن روی بهترین جانشینان برای سیارات قابل سکونت و شاید سکونت پذیر تمرکز کنن. چه شگفتی‌های کیهانی دیگه‌ای منتظر کشف ما هستند؟ آیا ممکنه برای هر سیاره خیالی که ذهن بشر تا حالا خلق کرده، یک همتای واقعی وجود داشته باشه؟ حتما نظراتتون رو برامون تو کامنت‌ها بنویسید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید، حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب نکردید، ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس، بدرود.